اگر به دنبال موفقیت در زندگیتان هستین پس هدف و پشتکار را هیچ وقت فراموش نکنید مهماندار هستم در این بخش برنامه چرا بخوای دکتر عارف نعیمزاد استاد پهنتون میخوایم که صحبت های خوبشان امروز هم در رابطه به هدف و پشتکار همراه ما شما شریک بسازن استاد خوش آمدین صبحتون بخیر سلام برسه. سلام صبح شما بخیر و میخوایم با یک تر حسابی صبح آغاز کنیم برنامه امروزه. سلام به صبح. سلام. روز نو و مید نو سلام با وسعت خورشید و نور و روشنایی سلام به ماه و سفیدار و آسمان خدای سلام به صبح با آغاز روز دیگر با سلام به عشق سلام به عشق به پهنای یک تبسم و شوق سلام به پینه دستان مرد آتشکار سلام به کار سلام به کار سلام به کارگر و سلام مدرس خوب سلام به باباها سلام به مام سلام به مام، به مادر زمین و پیکره اش سلام به مامه و مومه سلام به آیه و آپه سلام به مور سلام به غصه از مادران غم دیده سلام برادر من سلام خواهر من سلام به صبر به گلهای صبح گاهی روز سلام به یار و به دیدار صبح امروزی سلام به عشق و دلدادگان پیروزی سلام به آب سلام به هر که در این تک مسیر می پاید سلام به عشق سلام به صبح. سلام به هر که بر این ره پار میبیند. سلام به هر چی در این طول ما و می آید. بسیار استاد سلامت باشین خیلی مقبول سلام به همگی سلام به تمام مادران عزیز پدران عزیز به هر کسی که همین لحظه بیننده برنامه صبح زندگی است هم به ادامه سلام شما و مک سلام بازم به با بیننده از ما داشتم استاد خوشحال هستیم از اینکه امروز هم با ما هستین در برنامه صبح زندگی میخواییم که صحبت های و ارزشمند شما رو امروز هم با خود داشته باشیم در رابطه به هدف و پشتکار در نخواست هدف مهم است یا پشتکار در زندگی روی جان اساسا پشتکار یگانه حمایت کننده یگانه هدایت کننده رسیدن به هدف است یعنی ما بدون پشتکار که در واقع تداوم بخش فعالیت ها کوشش ها جهد و تشدید فعالیت ها پیگیری ها است اصلا به هدف نمی رسیم پشتکار یک صفت است که بعضی آدم ها در خود دارند و بعضی آدم ها رو باید به صورت اکتسابی در خود نهادی نبکنند ولی هدف خودش باز برمیگرده به ای که یک کسی در آینده شغلیش یک کسی در آینده زندگیش یک کسی در دورنمای زندگیش کدام مقاصد کدام بستالا پاره های قابل دریافت از قسمت های اساسی از هدف کلی زندگی خود را پیگیری میکنه در هدف بیشتر ما نشانه گرفتن نشانه گذاری کردن و تدقیق کردن دورنمای زندگی خود را که او شاید یک سال آینده شاید دو سال آینده شاید چهار سال آینده شاید ده سال آینده باشه را پیریزی میکنیم، ترهریزی میکنیم و با کمک پشتکار که تلاش متداوم است سختگوشی متداوم است اراده قوی است استقامت و پایداری است ما به هدف میرسیم بدون پشتکار رسیدن به هدف مشکل است خودش در واقع تامین کننده رفتن به طرف تحقق رویاه است که ما رویاه را در قسمت های در بخش های و در پاره های هدف میبینیم و تجسم میکنیم با پشتکار است که ما هدف را نشانه میگیریم با پشت کار است که ما هدف را جستجو میکنیم با پشت کار است که ما هدف را دنبال میکنیم و پشت کار است که ما هدف را بالاخره تحقق میبخشیم دقیقا پس پشت کار میتونه اولین قدم برای رسیدن به هدف باشه ای که به کار با علاقه من باشیم ای که همیشه سرسختانه و دنبال هدفی که داریم بپردازیم و هیچ وقت دل سرد نشیم از اینکه چرا ما به هدفم هیچ وقت نمیرسم پس طوری استاد گفتم پشتکار همیشه در زندگی میتونه تاثیرات خوبش هم داشته باشه استاد هدف برگرفته از چه مواردی هست که ما وقتی یک هدف تعیین میکنیم باید در نخست چه نکاتی را در نظر بگیریم در هد... تعیین هدف یا در هدف نشانی بیشتر ما سعی بری میکنیم که خودی رویاها و انگیزه های درونی خود و اراده هایی که داریم را بالاخره او رو روی یک فرم زمانی یا روی یک چوکات زمانی یا روی یک چارچوب زمانی او را درج بکنیم و او را تعریف و توصیف بکنیم دومی که هدف را مشخص تعریف بکنیم در زندگی خود یک هدف به صورت پراگنده و به صورت واهی و الزامی و جانبی و اضافی تعریف نکنیم سیوم اون موردی است که شما هدف را در میاد زمانی تعریف بکنید فرزن هدف دارین در یک ماه هدف دارین در یک سال هدف دارین در پنج سال آینده هدف دارین در ده سال آینده بله. هدف را پیگیری بکنین تحقق هدف را پیگیری بکنین این یه جز الزامات است یعنی ما وقتی میگیم هدف ما تقطی کردم قطع قطع کردم کو... کوچک کوچک ساختم در کجا مرحله در کدام گامی از تحقق هدف ما رسیدیم چهارم که شما بیاین بین اهداف کوتاه‌مدت، اهداف اهداف میان مدت و اهداف درازمدت وجه تمایز و تفکیک را قائل شوین و این تفکیک را متبادر بسازین. را بله. پیدا بکنین که آیا ما در میان مدت به اهداف خود میرسم؟ آیا ما در کتا مدت به اهداف خود میرسم؟ آیا ما در درازمدت به اهداف خود میرسم؟ هر زمانی که ما وجه تمایز و تفکیک را بین اهداف میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدت به صورت درستش تشکیز کردیم رد های لازم را در اونجا تعریف کردیم در واقع ما در اهداف کلیدی که او اهداف به خاص از زندگی ماست یا شاید هدف شغلی ماست یا شاید هدف تحصیلی ماست یا شاید هدف به ازدواج در آینده هست به اونا برسیم در غیر از اون ناممکن است ما بگیم هدف یک ایده خیالی یا ذهنی که شاید در ذهن ما خطور کرده به صورت گذرا و امور به صورت گذرا فراموش کردیم در هدف نشانی بیشتر سعی بریم میشه که ما بیایم یک تجسم کلی و دورنمای کلی از رویاهای خود در آینده داشته باشیم و این رویاها را طور تجسم بکنیم که گویا تحققش امکان پذیر باشه واقعی باشه دور از واقعیت نباشه فقط در محدوده و مخیلی ذهنی و خیالی ما نگنجه فراتر از محدوده ذهنی و خیالی وجه واقعی و وجه حقیقی داشته باشه به با این معنا که ما مثلا تصور بکنیم شاید فردای شاید آینده شاید چهار سال آینده ما تخصص در یک زمینه تحصیلی خاصی داشته باشیم ولی این دور از واقعیت نیست ولی وقتی ما فکر میکنیم که تصور میکنیم از ذهنی که شاید ما چهار سال آینده یک برج ساختمانی که چل طبقه باشه در کابل بسازیم یه از, 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 اصلا از قیاس از واقعیت از حقیقت دور است با توجه به امکانات با توجه به شرایط با توجه به محدودیت با توجه به همه ضد مزیت که در اطراف و اکناف ما او با صورت ملموسش و مشهودش دیدنی است قیاس شدنی است و اندازه شدنی است یعنی خیال بافی هایی انجام نتیم در قسمت هدفی که تعیین کردیم که شاید ناممکن باشه و ما را از حتی از هدفی که شاید دستیافتنی باشه از او هم دور بسازه واقعا تعیین کردن هدف در زندگی باید به با فکر دقیق صورت بگیره و آیا که ما هدفی که تعیین کردیم در زندگی ما دستیافتنی است و یا که دست نیافتنی و یا آرزو را حداقل بیایم یا خیال بافی را با هدف تفاوتش بفهمیم که آرزو و خیال بافی فقط به عنوان آرزو باقی میمانه ولی هدف حتما دستیافتنی باید باشه تا که ما بتونیم نتیجه موثر در روال زندگی ما بدست بیاریم استاد در رابطه با این بگوین دین مقدس اسلام چقدر به کسی که هدف داشته در زندگیش تاکید کرده که هدف چقدر میتونه در زندگی تحصیل گذار باشه و چقدر میتونه موفقیت را از آن او شخص کنه در دین اسلام چرچو مشخصی در خصوص تحقق اهداف و مبت اهداف مبتنی بر شریعت تاکید به اصطلاح تکرار شده و در او تاکید بیشتر ملحوظات مثل مرات اصل اجتماع مرات اصل برخوردای اجتماعی مرات اصل همدیگر پذیری و زندگی مسالمتان هم همچنان تاکید شده ما در بله. هدف که از دید اسلام بیشتر مطرح است چارچوب مشخصه که خودش او چارچوب مبتنی بر تفسیر دقیق و معین و قرائت معین از خود آیات کلام الله کلام مجید یا قرآن مجید است را در حاشیه روایات احادیث و تمام متون معتبره که او قرائت معتبر است او سند معتبر است او روایت معتبر است را داریم ما این در هیچ جای از اسلام ما نگفتیم که بدون هدف زندگی کنیم براشفته زندگی کنیم سراسیم زندگی کنیم بله دقیقا در زندگی اگر هدف داشته باشیم استاد صد فیصد میتونیم پیشرفتهای خوبی رو در زندگی خود تجربه کنیم حالا استاد در نظر گرفتن چندین هدف در زندگی میتونه خوب باشه برای ما یا یک هدفی که ما را به او اهداف نزدیکتر بسازه یعنی یک هدف بزرگ در کنار چندین هدف خورد معمولا در زندگی ما یک هدف کلی داریم که رسیدن به هدف کلی ما رو وادار میکنه تا ما رسیدن به هدف را به صورت قطع قطع یا مرحله به مرحله یا گام به گام پگیر باشیم میشه آدم ها به صورت چندین هدف هم باشند مثلا کسی مثلا ادعا میکنه که ما مالتی گول هستم یا مالتی ابجکتیو هستم یعنی ما چند هدف پیگیر هستم در زندگی خود شاید یکی ت... هدف شغلی باشه یکیش هدف تحصیلی باشه یکیش هم هدف زندگی اجتماعی باشه رفاه اجتماعی باشه ممکن است ولی وقتی ما میگیم هدف یعنی گول یا تارگت در زندگی ما ما مدرنمای کلی زندگی خود را در چند سال آینده شاید نزدیک یا شاید هم نزدیک دورتر یا بعید بله. او رو پیش بینی میکنیم و رو نشانه میکنیم قیاس هم میکنیم که اهدافی که ما تعیین کردیم یا هدف کلی که تاین کردیم هدف قابل قیاس است قابل اندازه است یعنی ما باید هر استپی که انجام میتیم رسیدن به هدف را قیاس بکنیم اندازه بکنیم و او را ابعادش مشخص بکنیم که بله. چند درصد یا چی مقدار از ما به طرف هدف کلی خود رسیدیم ممکن است ما چندین هدف در زندگی همزمان دنبال بکنیم برمی گرده به این که یک فرد چقدر پشتکار داره و این پشتکار هم یک مرز بسیار شاخص و بارز بین موفقیت و عدم موفقیت در زندگی است اگر ما بیاییم یک بلانس خوبه یک توازن خوبه بین موفقیت و عدم موفقیت در زندگی همیشه دنبال بکنیم و بیشتر از آدم مفقتم فاصله بگیریم با پشتکار کار است که ما یا یک هدف کلی در زندگی را یا یک هدف جامعه در زندگی را یا یک هدف چندین هدف شکسته را در زندگی یا هدفهایی که بسیار کوچک است اهداف فری است را در زندگی دنبال بکنیم او برسیم این برمیگرده به اینکه چقدر فرد در خود پشت اراده را و علاقه را داره یاد ما نره که علاقه میتونه به صورت اقتصابی در ما تلقین شود که متاسفانه در افغانستان بیشتری ای رایج است و علاقه میتونه به صورت غیر اکتسابی در ما وجود داشته باشه یک کس علاقه در طب بخونه یک کس علاقه در انجینری بخونه ولی معمول در افغانستان است که ما علاقه و اراده جوان را سرکوب میکنیم و تاکید میکنیم که نه شما اینی رشته شاید دنبال بکنید بهتر است و به خانواده ما این فرد یا شما کسی هستین که باید حتما حقوق مطالعه یا مثلا شما فارماسی بخونید چیزی که ما را برسیدن به اهداف فرعی و اهداف کلی و اهداف دسته جمعی کمک میکنه پشتکار است و این پشتکار در واقع فاصله گرفتن از عدم موفقیت ها است عدم از فاصله گرفتن از نه شدن ها است در زندگی چیزی نیست که ما قابلیت انجام و زور نداشته باشیم در زندگی خواستن توانستن است و خواستن توانستن برمیگرده بی که ما چقدر اراده چقدر علاقمندی داریم و چقدر ما از عدم مفقیت ها فاصله میگیریم چقدر از ناکامی ها ما یاد میگیریم چقدر شکست ها ما فرا میگیریم که نقطه ضعف ما در چی بود که ما در شکست خوردم و چقدر از نقاط ظریف در شکست ها ما استنبات واقعی از رسیدن به طرف موفقیت را فرا میگیریم استاد کل... خوبی رو اشاره کردین اصلا چرا در تعیین هدف استقامت را خیلی بالاش تاکید کرد اصلا چرا قدر مهم است استقامت به دلیلی مهم است که ما باید پشتکار به با عنوان یک سرلوحه در زندگی خود همیشه به اصطلاح استفاده بکنیم اگر ما نه گفتنه نتوانستنه نه نمیتوانم نه کردن ها را در خود حلقین بکنیم خود روحی منفی رو در خود ایجاد بکنیم و از روحی مثبت فاصله بگیریم در واقع ما استقامت ضربه میزنیم ما در رسیدن به موفقیت و رسیدن به هدف نهایی پشتکار داریم که پشتکار یکی از الزامات فرعیش استقامت است ما در هدف نشانی هم استقامت را پیگیر هستیم یعنی بدون استقامت بدون پایمردی بدون مقاومت بدون به اصطلاح پیگیری اراده و بدون تحقق اراده های فرعی در اراده جمعی ما اصلا ناممکن است بگیم که هدف کلی زندگی ما تحقق پیدا کرد من یک زندگی ایدئال ایدئال دارم آرامش خاطر دارم آسایش خاطر دارم و با موفقیتی که هدف نهایی و غایی ما بود رسیدیم تشکر استاد سلامت باشین اگر گفتنی باقی مانده با عنوان پیام و من عنوان پیام فقط من به جوانان تاکید میکنم و توصیه میکنم که شما در زندگی خود همیشه هدف نشانی رو یاد بگیرین بدون هدف زندگی را دنبال نکنید، زندگی بدون هدف، زندگی هیچ، زندگی که اصلاً بار با موفقیت راهنمون نمیشه زنده و سلامت باشین استاد محترم تشکر مم. از حضورتان واقعا صحبت های خیلی خوبی داشتین همراه ما بینندای عزیز شریک ساختین وقت خوش بر شما مخلی. روز خوش بر شما سلامت باشین سپاس از شما عزیزان از که تا این لحظه هم ما رو تنها نگذاشین و امروز هم صبح زندگی را برای دیدن انتخاب کردین شما عزیزان همه تانی نصر قصفه فیسبوک صبح زندگی در رابطه با هدف و پشت کار که موضوع کلی برنامه صبح زندگی است همچنان دیدگاهتون همراه ما شریک بسازین رفت و برگشت کوتاه هستیم در خدمتتان برمیگردیم صبح بخیر تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنید.